متوجهون. از طرف دیگه روز قبل خوانده بودیم به مجردی که در اسناشر غذا میان یکی از وظایف سیکریتینی است که فرازات هضمی را زیاد بسازن. وظیفه دیگه است که معده را بگویه که تو حرکات خود تمام کنی تا غذا بیشتر میده تخلیه نشه از زمان در از این مسائل جار. خیلی اینی سه هورمون افرازات پانکراس ها یک خود اسیتالکولین که از دماغ مقدار بسیار کم، دیگر مهمترینش سیکریتین و کولسیستوکینین که از خود اسناشر در پاسخ به آمدن غذا تولید میشن این افرازات پانکراس ها چی کار میکنن؟ کنترل میکنن. اما تو که در میده آمده بودیم میگفتیم افرازات که در میده تولید میشه سه مرحله داره، پانکریتیک سیکریشن یا مراحل افرازات پانکراس یا سه مرحله داره. یک نفر که فکرش رو میکنه درباره غذا یک مقدار تولید افرازات زیاد میشه، میگن سفالیک فیز. چی اتفاق میفته وقتی که فکر میکنه؟ شخص که فکر میکنه درباره غذا، خب مرحله از دایجست از دیگه غذا روی در روی سرخان است، این فکر میبینه، فکر میکنه دربارش، سیستم رست و دایجست یا پاراسمپاتیک فعال میشه. سیستم پاراسمپاتیک از طریق رشته های عصبی وگاس عصب دهم یک مقدار ساحه آماده میسازه به خاطر آمدن غذا، مقدار تنبیه میکنه که افرازات بیاید. دیگر هنوز وقتی که غذا میایم مرحله از مرحله سفالیک غذا میاد داخل معده غذا را میخوره، باز اسیتالکولین یا می تنبیه وگاس کمی دیگام زیاد میشه، یعنی کل انرژیک تنبیه بیشتر میشه، افرازات کمی دیگام زیاد میشه، افرازات بگید افرازات خود پانکراس هدف ماست، کمی دیگام زیادتر میشه. این مرحله گاستریک فیز یا مرحله گاستریک سفالیک گاستریک فیز. اما مهمترین مرحله کدام مرحله است؟ وقتی که غذا مستقیم داخل اسناشر بیاید، یعنی اینتستاینال فیز. اینتستاینال فیز به مجردی که غذا داخل اسناشر میآید، اینجا یکی از تنبیه ها، یکی از چیزهایی که تنبیه میکنه حجرات تماس از تخت پایم دیگه تخریش از اینیتیشن. غذا که میآید خود اسید داره، اسید ساحه را تخریش میکنه، از طرف دیگر غذا و تماسی ساحه میآید و یا مقدار زیاد سیکریتین تولید میکنن، کولسیستوکینین تولید میکنن و اینا به اصطلاحی که استفاده میشه کوپیوس سیکریشن، یعنی افرازاتی که بسیار زیاد است، یا گیلاس گیلاس افرازات کوپیوس سیکریشن است، یعنی افرازات زیاد. این مرحله مرحله اینتستاینال. همین سیکریتین مهمترین تنبیه که انجام میده سیکریتین. سیکریتین گفته وقتی که سیکریتین پانکراس رو تنبیه میکنه افرازات رقیق پر از بایکاربونیت تولید میکنه. صحیح؟ افرازات رقیق و پر از بایکاربونیت، یعنی از یک طرف اسید آمده، اسید معده HCl هیدروکلوریک اسید، از طرف دیگر بایکاربونیت آمده، H بایکاربونیت دیسوا آمده. خب بایکاربونیت خب چارج منفی داره، اکثرا به شکل تنهایی نمی باشه دیگه، باید که در چیز وصل باشه تا خونسا باشه، وصل میشه که سودیم دو ساحه سودیم بای کاربونیت، از یک طرف اسید، از طرف دیگه هم قلوی. وقتی که یک اسید یک قلوی یک جای میشه پروسیش هم میگن خونسا سازی و نترالایزیشن، یا تبدیل میشن به سودیم کلوراید و کاربونیک اسید. سودیم کلوراید نمک است، نمک تاب، کاربونیک اسید باز یک تیزاب است، H2CO3. اسیدی که از معده آمد سبب شد بایکارب زیاد تولید شد با توسط سیکریتین، و هیدروکلوریک اسید که سدیم بایکاربونیت یک جای میشه سدیم
که کلوراید از این نمک میسازه، هایدروژنش میره که تو یک هایدروژن دیگه از اون H2CO3 یا کاربونیک اسید میشه. این نمک است. نمک ما خودمون میخوریم اونجا باشه، چیزی که نداره. H2CO3 یکی از کاربونیک اسید است، یعنی بازم اسید است، تیزاب است. خب اسید فرقش که در اسید معده است که اسید معده یک اسید قوی است یا یک تیزاب قوی است، ولی وقتی که تبدیل میشه به کاربونیک اسید، کاربونیک اسید یک تیزاب ضعیف است. بازم کاربونیک اسید در اوسا هم میتونه جدا شود به هایدروژن و با کاربونیت. صحیح؟ میتونه که به کاربون دای اکساید و چیش باقی میمونه؟ کاربون دای اکساید و با کاربونیت. سعی کنید H دو سیمون کاربونیک اسید یا اسید به نام کاربونیک اسید. کاربونیک اسید میتونه تبدیل شود به کاربون دای اکساید، یک هایدروژنش که تو یک اکسیژن مو H سیمو سی بای کاربونیت. بای کاربونیت اگر در اون ساحه باشه خب گپ خوب از دیگر. بای کاربونیت پس ساحه را قلبی میکنه، گپ خوب است. کاربون دای اکسایدش چون گاز است، گاز است، سایزش هم کوچک است، منحل است در غشاها و میخاطر در اون ساحه میتونه بسیار راحت چی شود؟ جذب شود. خیلی بای کاربونیتش ببانه در ساحه، ساحه را قلبی بکنه و کاربون دای اکسایدش جذب دوران خوب شود. گپ بگیرد یا نه؟ اینی از یک چیز یک ماده مخدرش تبدیلش کرد به یک ماده که هم برش ضرورت است. کاربون دای اکسایدش کنم میتونه برد در ریه ها و از طریق ریه ها چی شده؟ از بدن اطراح شده. از بدن اطراح شده. تا اینجا فاق بیدیم گرفتمه؟ خب کولیسیستو کنین هم در بارش گفتیم. حالا بیاییم تکرار هم گپا رو بتا میگیم. این رشته عصبی پاراسمپاتیک است که آمده به پانکراس این ویگاس گفتیم قسمت های بالایی تیوب هضمی را ویگاس سیستم ریشه است، یعنی پانکراس آمده از طرف دیگه به مجرده که اسید از استومک میاید از ناشر سبب میشه که سیکریتین از دودینا تولید شود. سیکریتین مقدار زیاد سیکریتین تولید شود. علاوه به اینکه اسید میاد، این چربیا و امینو اسید و اینا سبب میشه که باز کولیسیستوکینین تولید شود. به خاطر کولیسیستوکینین اگر به این ساحه چربی بیاید، باز ضرورت به این میشه که یک انزایم تولید شود که چربی را تجزیه کنه. با اون خاطر انزایم ها را چی تولید میکرد؟ چی تنبیه میکرد در پانکراس؟ کولیسیستو کینین، یعنی متناسب به ضرورت، متناسب اسید. اسید که میاید سیکریتین تولید میشه چون بایکارب بیاید او را خونسا کنه، ولی وقتی مواد غذایی کم زمان میه باز در مقابل از کولیسیستو کینین تولید میشه که انزایم ها بیاید و او را چی کنه؟ تجزیه کنه. هر چیز متناسب به اون ضرورت خود. و سیکریتین سبب میشه که مقدار زیاد افرازات پانکراس چی شود؟ تولید شود. مثلا بایکارب زیاد تولید شود. و کولیسیستوکینین سبب میشه که انزایم ها سیکریت شود. سعی کنن دیگه چی داریم؟ اینو پاک میکنیم. بایل سیکریشن باید لیور، افرازات صفرا توسط جگر. چی اهمیت داره که جگر چیکار میکنه؟ صفرا تولید میکنه. تا اون طرف را پاک میکنه، شما یک چوت بزنیم وظیفه بایل رو برمان بگیم. نمیفهم کی راست میگه کی نمیگه با خود درختن از الله این حالو بگیم چی میکنم؟ جذب شم نقش دارم، جذب شم نقش دارم. این خواست دقیق میکنیز بشکل میفهمم.
یک اصطلاح به نام ایمولسیفیکیشن کی میفهمه؟ یکی از وظایف حجرات جگری است که بایل تولید کنند و او بایل از طریق کانالک های کوچک بیاید کلش یک جای شود. کانالک های کوچک پالوی حجرات جگری تو قطار استاد است. بر هر کدام شیریان میره، ورید میره و از اونجا بایل پس سرچشمه میره. یعنی هر حجره یک تعداد مواد خود باید در بایل دیرده کسی صفرا بندازه. این دو باشن در این کانال های بیلیری دکت ها بندازه. بیلیری دکت یا کانالک های کوچکی که از اونجا بایل چی میکنه؟ انتقال میکنه یا صفرا. حیوانات جگر صفرا را تولید میکنند و صفرا کلش میآید به داخل یک چی به اصطلاح تیوب کلانتر را میسازند از جگر که میبرای نامش میشن کامل هیپاتیک دکت یا هیپاتیک دکت. این هیپاتیک دکت دوتا را داره، یا بیاید در کیسه صفرا ذخیره شود، یا بیاید ذخیره شود یا بیاید پایان تخلیه شود. چه قسم تخلیه شود؟ که به افرازات پانکراس یک جای شود، کلش یک جای شود و بالاخره بیاید مستانشان تخلیه شود. در افرازات را که صفرا تولید میکنه، یکیش نمک های صفراوی است، یعنی نمک های صفراوی یا بیلیری سالز یا بایل سالز دیگه. در ترکیبش آب است، کلسترول است. کلسترول یا صفرا را ما به خاطر نمک های صفراوی برای ما چی داره؟ اهمیت داره. نمک های صفراوی چی کار میکنم؟ خوش کنه اینی ایمولسیفیکیشن هم مفهومش رو بفهمید، چون اکثر محصلی میره نمیفهمن. غذا وقتی بیاید، غذا چربی دارد به ترکیب خود. وقتی که چربی در این ساحه بیاید، پانکراس هم میاید، چی تولید میکنن؟ لایپیز تولید میکنن. لایپیز همین چربی که نو میایه، مثلا اینه یک قطره چربی اینجا، یک قطره چربی اینجا، یک قطره چربی اینجا، یک قطره چربی هم اینجا. اینجا اگه در ساحه لایپیز تولید شود، این قطره چربی را غرض گرفته نمیتونه، تجزیهش کرده نمیتونه، کلان است یاد برش. ایمولسیفیکیشن چی مانا میتونه؟ نمک های صفراوی چی کار میکنه؟ میاین در وسط، مثلا در وسط چربی تو خالیگاه خودشان قرار میده. باقی مانده این قسمت ها چربی است، در وسط چربی ها خودشان آمده، یعنی چربی ها رو یکی از دیگر به این شکل جدا ساخته. این پروسه را ایمونسیفیکیشن یاد میکنن. به این صورت کار انزایم پانکراس بازازخان تر میباشد، از اینکه یک قطره کلانش چی کار کنه؟ تجزیه بکنه راحت دسته قطرات کوچک مثلا دسته زی یکی قسمت از دیگه جدا شده. حال کار لایپیز آسان میشه، لایپیز میتونه که چربی ها رو چی کار کنه؟ تجزیه بکنه. که ما گرفتیم اینا لایپیز میتونه بعد از اینکه ایمولسیفای شد، ایمولسیفیکیشن لایپیز یا رو تجزیه میکنه، تجزیه میشه، بعد از تجزیه با سبب میشه که یا جذب شود. یعنی اگر بایل اسیدان نباشه، ایمونسیفیکیشن اتفاق نمیفته، خیلی چربی تجزیه نمیشه، تجزیه نشد، جذب نمیشه. اگر فکر گرفتیم
این حال سوال پیدا میشه که چی؟ آه کسی کشی سفراش هم میکشه؟ باید چطور میشه؟ باید بیداشت باشه باید 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 بخاطر اینجا این کلام نقلش سید بخاطر این کسی این سفرا که تولید میشه دو تا انتخاب دارم برا دوام دارم جا اینجا یک ذخیره نمیشه سید باز هم بتونه میشه گفته که کسی سفرا یک چیز اضافی بود باز هم مشکلات تا جذب به وجود میاد قابله این زیاد مسئله که تعدید بکنه حیات به این زیاد اگر اتفاق نمیفته خب این چیش هم گفتیم هیپاتیک دکت ای کسی صفرا است چیزی که در بین زیاد است نامش میشه بایل و ایش بیلیری دکت یا بایل دکت بایل دکت و هر دویش هم که یک جای میشن کامون باید دکت وقتی که کتی کنکراس یک جای میشه کامن باید دکت وقتی که اینجا میخواه بفته یک سفنگتر است سفنگتر اوتی سکنیم یکی از وظایف دیگه کلی سیستوکینین چی است؟ سیزی که کلی سیستوکینین یکی از وظایف دیگه شی است که اینی در صورت تولید شود کسی سفرا سموت مسل داره کنید سموت مسل شد تقلص میتن اینه تقلص میتن افرازات یک دفعه جاری میشه اینجا اینجا باز بند میمونه باید که کلی سیستوکینین در اینجا به یک میکانیزم کار کنه در اینی سموت ازاله مثلا که سفنگتر به دیگه میکنیزم کار کنه همزمان که به تقلص میتر سفنگتر اودی را ریلکس بسازه و این منطقی هم هست افراز شکل چی شکل روان که کدی که شروع شواز بساز دیگه این کانترکشن سبب تقلصش میشه که مقدار زیاد بایل بیه و این سبب ریلکسش میشه استرخا میتش استرخای مستره اودی که بگرفتین؟ مشکل نیک سمی؟ اینی؟ اون از رسم بکنه خوب ترش میگست ویگس حسب ویگس آمونتو گفتیم در سیستم هضمی فرازات زیاد میکنن میتونه که تقلصات ضعیف در کسی زفرا ایجاد میکنن اسیدای خود اسیدای که از بایل تولید میشه میتونه فرازات پانکراس زیاد بسازه میتونه که همچنان سیکریشن زیاد بسازه میگه دبارش سیکریتین میتونه امی افرازات زیاد بسازه بایل ذخیره میتونه شواده کسی صفرا و اینه در صورت که ضرورت شد که افرازات پانکراس یک جای میشه و میای اینی سفکتر اودی به داخل اسناشر میریزه و کولیسیستوکینین از طریق خون میره به او جایی که باید تاثیر بکنه گال بلدر کانترکشن و سفنگتر فوتی در ریلکسیشن شده سوال اینجا پیدا میشه که سیکریتین که بود در پانکراس و سبب میشد که افرازاتی که هاوی بای کار بست تولید شد در اینجا چی میشه اینجا من این کار یعنی در کسی سفران باید افرازات چی داشته باشه بای کار داشته باشه در اون کیوبایش رو ممای نگه باید داشته باشه یا سوال تنبیشان میشه یک استوا داریم به نام انترو هپاتیک سرکولیشن انترو هپاتیک سرکولیشن چی است؟ لیور لیور که صفرا تولید میکنه و صفرای زیر منظم میاید این مستقیم نمیستان شب نداز میکنه بایل اسیدو یا بایل سلطا نمک های صفرایی وظیفه‌شان چی بود؟ وظیفه‌شان ایمونسیفیکیشن بود شرمه به جای اینکه یک قطره کلام بباشن او را به خطا قطرک های کوچک کوچک چی میکنن که کار لایپیز آسان شد این آمه لایپیز آمد تجزیه کرد این اسپینا ماندن نمیستان این آمه فقط وظیفه‌شان اینی بود که بایلشان بایل رو باقی شد مثلا ما و شما که
یک چاکو یا کارک میخریم، سی یک سی یک کتش دوتا کردیم، چاکو رو به طرف نمیدازیم دیگه، کار منطقی نیست. اگه از یک چیزی بار بار استفاده کرده میتونیم چرا طرف بندازیمش. آله از بایل سلطا یا نمک های صفراوی وظیفه خود اجرا کردن دیگه، ضرور دو انتخاب دارن، یا برن اطلاع شدن یا این پس جذب شو ازش استفاده شود، دوباره جذب شود، جذب وارد پورتال شود.